اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آیه 19 می فرمان که مردم در آغاز امت واحد بودند، سپس اختلاف ایجاد کردند و به آیین‌های گوناگون گرویدند، و اگر کلمه پروردگارت مقدم بر اینها نبود، هر آینه در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند حکم مجازات صادر می شد. مشرکان می گویند چرا معجزه و نشانه ای از جانب پروردگارش برای او نازل نمی شود؟ به آنها بگو که دانا بر غیب تنها خداست، پس منتظر باشید، من هم با شما منتظرم. و چون بر مردم پس از رنج و ضرری که به آنان رسیده رحمت و آسایشی بچشانیم، آنگاه در آیات ما مکر و حیله به کار میبرند. به آنان بگو مکر و تدبیر خدا بسیار شدید و سریع تر است، به طور قطع آنچه شما مکر و حیله به کار میبرید، فرستادگان ما تمام و کمال آنها را می نویسند. او خدایی است که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد تا وقتی که در کشتی نشسته اید و با باد ملایمی آن را به حرکت در می آورد خوشحال هستید. ناگاه باد تندی بوزد و کشتی از هر طرف با امواج خطرناک مواجه گردد و خود را در ورطه هلاکت ببینید، آنگاه خدا را با اخلاص در دین و التماس می خوانید که اگر ما را از این خطر نجات بخشی، شما را بسیار سپاسگزار خواهیم بود. و چون آنها را نجات دادیم، آنگاه در زمین به ناحق و ناروا ستمگری آغاز می کنند. ای مردم، این ظلم و فساد شما در پی متاع فانی زندگی دنیا در واقع بر علیه و زیان خود شماست. سپس بازگشت همه شما به سوی ما خواهد بود و ما شما را از آنچه انجام می دادید آگاه خواهیم ساخت. در حقیقت مسئله زندگانی این دنیا همچون آبی است که از آسمان نازل کردیم تا به وسیله آن رویدنی ها از آنچه مردم و حیوانات تغذیه می کنند از زمین بروید. هنگامی که زمین زیبایی خود را باز یافت و آراسته گردید و اهل آن گمان می برند که به برداشت محصول آن موفق و قادر خواهند بود، ناگهان فرمان عذاب ما در شب یا در روز فرا رسد و تمام آن محصول را خشک و درو شده قرار دهیم، گویی هرگز در آن هیچ چیز نبود. زندگانی این دنیا نیز چنین است. بدین سان ما آیات خود را برای جماعتی که بهتر می اندیشند شرح می دهیم. خدا همه را به سرمنزل سعادت و سلامت می خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. برای کسانی که اعمال صالح انجام دهند پاداش نیکو و بهتر از آن فراهم است. هرگز به صورتشان گرد سیاه ذلت نمی نشیند. آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند بود.
کسانی که مرتکب اعمال ناشایست شدند به قدر همان اعمال مرتکب شده مجازات خواهند شد. ذلت و خاری آنها را فرا می گیرد و کسی نیست که آنها را از عذاب خدا نگه دارد. چنان پنداری که صورت سیاهشان شب ظلمانیست آنان اهل آتشند و در آن همیشگی خواهند بود. روز قیامت همه آنها را محشور می کنیم. آنگاه به کسانی که مشرک شدند خواهیم گفت شما و شریکانتان بت‌ها و چیزهای مورد علاقتان که بیش از حد به آنها دل بسته بودید در جای خود بایستید و میان آنها جدایی می افکنیم. شرکای آنها خواهند گفت شما هرگز ما را پرستش نمی کردید. میان ما و شما گواهی و حکم خدا کافی است و خدا می داند که ما از پرستش شما غافل و بی خبر بودیم. در آن روز هر کس جزای اعمال خود را که قبلن فرستاده است خواهد دید و همه به سوی مولای حقیقی خود که خداوند است. توجه فرمودید؟ مولای حقیقی خداونده، الله، الله واحد، بر می گردند و آنچه افترا و دروغ می بستند از آنان دور و ناپدید می شود. خواندن پیامبرا، ائمه، ملائک، این چیزا همه افترا و دروغه. اینا همه دروغه. فقط خدا رو باید خواند. بگو کیست که شما، کیست که روزی شما را از آسمان و زمین می دهد؟ و کیست که شنوایی و بینایی می بخشد؟ و کیست که موجود زنده را از مرده، مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و کیست که امور خلقت را تدبیر و تقدیر می کند؟ آنگاه همگی خواهند گفت مسلماً خداست. بگو پس چرا از او نمی ترسید؟ آن خدایی که این کارها را برای شما انجام می دهد در حقیقت پروردگار شماست و بعد از حقیقت هرچه باشد موجب گمراهی است. پس چه راهی غیر از راه حق در پیش می گیرید؟ توجه فرمودید؟ باز هم خدمتتون عرض می کنم بر مبنای تپش قلب همه نوع انرژی به انسان جذب میشه. انرژی خداوند وقتی جذب میشه، وقتی ما فکرمون خدایی باشه، کلاممون خدایی باشه، قدممون خدایی باشه، یعنی فقط خدا رو در نظر بگیریم، انرژی های دیگر رو پاک میکنه و انرژی های خداوند به ما جذب میشه که هم آرامش دهنده برای ماست، هم گشاینده در راه ماست، هم تولید و ایجاد وضعیت و شرایط خوب برای ما به وجود میاره و هم این که زمانی که مرگ ما فرا میرسه همون انرژی های خداوند چون که این بعد عمر قطع میشه دیگه، دیگه بارش از آسمان نیست که بخواد وصل باشه و ما یک بعدی رو بخوایم طی کنیم. وقتی که قطع میشه اون بعد عمر، اون ریل مقدراتی، انرژی هایی که همراه با ما بوده، یعنی خوردیم، فکر کردیم، انجام دادیم، اینها از کالبد نوری قطع میشه و مستقیم روی جسد ما فرود میاد. وقتی روی جسد ما فرود میاد هر آن چیزی که اختصاص به خداوند باشه همون تولید برای بازگشت به کرات دیگه است، یعنی یه نوع انرژی حرکت برای ما هست. حالا منهای این که دنیای خودمون رو ساختیم
آرامش داشتیم، وضعیت شرایط خوب داشتیم، همه چی رو داشتیم، به اضافه اون میتونیم انرژی های خداوند را همراه روح داشته باشیم برای بازگشت به کرات دیگه. و این انرژی خدا، انرژی حرکت، انرژی انتقال، بر این مبناست که میفرمان که به هیچ وجه شما از انرژی های بندگان خدا استفاده نکنید، به اونها وصل نشید، چون هر آدمی به حد خودش، حتی پیامبر، امام، ملائک، اینا که خلاقیت که نداشتن که، یعنی هر چیزی به حد خودش داره، به حد انرژی خداوند که نداره. انرژی خداونده که تولید کننده است، ایجاد کننده است، منهدم کننده است، تغییر دهنده است، بهبود دهنده است. اینها همه اختصاص به خداوند داره. و شرک به پروردگار، چرا هی میفرما شرک به غیر از خدا نخون، به غیر از خدا؟ خب خداوند بندگانش رو دوست داره و این خلقت و این هزینه و این بعد روزگار، این چیزهایی رو که بشر با این زجر میگذرونه، باید یه بازتاب و یه جمع آوری، یک ماحصلی باید داشته باشه دیگه که بخواد برگرده برای کرات دیگه. و انشالله که خداوند خودش کمک کنه و چشمای ما باز شه در راه خداوند انشالله. می فرمان بدین سان حکم مجازات پروردگار تو درباره کسانی که فتنه و فساد برپا می کنند مقرر گردید که آنها ایمان نمی آورند. آیا از شریکان و بت‌های شما کسی هست که در آغاز خلق را بیافریند و سپس او را برگرداند؟ بگو تنها خداست که در آغاز خلق نموده سپس آنها را برمیگرداند، پس چگونه از راه حق برمیگردید؟ بگو آیا از شریکان و بت‌های شما کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو تنها خداست که مردم را به راه حق و حقیقت رهنمود می سازد. آیا خدایی که به راه حق هدایت می کند شایسته تر است که پیروی شود، یا کسی که ابدا هدایت نمی کند مگر آنکه خود هدایت شود؟ و شما مشرکان را چه شده که اینقدر جاهل و نادانید و چگونه چنین قضاوتی می کنید؟ اکثر این مردم فقط از تخیلات موهوم پیروی می کنند، و حال آنکه تخیلات موهوم کسی را بی نیاز از حقیقت نمی کند و خدا به آنچه انجام می دهند دانا و آگاه هست. و این قرآن کتابی نیست که بتوان آن را تغییر به غیر ببخشید و این قرآن کتابی نیست که بتوان آن را به غیر خدا نسبت داد. کلام خداست و کتاب آسمانی پیشین را تأیید و تصدیق می کند، آن را به تفصیل بیان می دارد، هیچ شک و ابهامی در آن نیست که از جانب پروردگار عالمیان است. آیا می گویند که آن ساختگی است؟ بگو اگر راست می گویید در این گفتارتان صادقید، سوره ای بیاورید و غیر از خدا از هر کسی می خواهید و می توانید کمک بگیرید.